ممکنه بخواد چیزی بخره از بیرون، خرجی داشته باشه و این حرفا، یه قسمتشو میدن به خانوادهش. چون یه زیر نفر که زندانی میشه 4-5 نفر گرسنه نمیمونن، معمولا به گدایی یا به کارهای خلاف رو میارن. یاد سیستم غذایی باید حواسش باشه که یه نفر رو زندانی کرد فکر نکنه تموم شد، یه خانواده آواره میشن، به خلاف بیشتر و مشکلات دیگه اضافه میشه. اینی که معمولا، حالا اون وارد اون بحث نمیخوام بشم، وقتی که یه زندانی تو زندان کار میکنه باید پولی بهش داده بشه. نه کار منظورم مثل نظافت و اینا نیست، مثلا تو کارگاه مجسمه سازی، بافندگی، خیاطی، کار که میکنه 3 قسمت میکنن، یکیشو میدن به خودش که این موقع چیزای اضافه‌ای میخواد بخره بتونه بخره، یه قسمتش خانواده باشه که بتونن خودشون رو تا حدودی اداره بکنن، یه قسمتش هم پسنداز میشه که بمونه برای بعد از آزادی. چون خیلی از زندانیان که آزاد میشن به خاطر اینکه هیچ پولی ندارن، هیچ کاری ندارن و هیچ کس هم اینا رو به کار نمیگیره، به خاطر اینکه سوء پیشینه دارن، دوباره مرتکب خلاف میشن. اگه یه پولی داشته باشن شاید بتونن یه کاری رو آماده بکنن. این از بحث ما خارجه، به سلام مربوط به مسائل جرم شناسی هست که اینجا در موردش صحبت نمی‌کنیم. صحبتمون این بود که بد رفتاری با شما گفتید کار فیزیکی در واقع اشکالی نداره، به شرطی که کار طاقت فرسا، کار سخت، طولانی مدت و به شکل بیگاری نباشه، مزدم داشته باشه. بله، من فقط استاد در مورد کار فیزیکی همین قدر میگفتم که میشه از وقت کار فیزیکی در شکنجه بیاید، او به تحلیل ضرورت داره، ما در اون طریق میاندازیم که مثلا این کار فیزیکی مهمه و در افغانستان هم خیلی مهمه، بحث آموزش و سازوکارهاست. یکی از دلایل این که شکنجه رایجه، ما آموزش نداریم. یعنی نیروهای پلیس ما باید بدونن که هیچ گونه تعرض جسمانی مجاز نیست. پلیس حق نداره یه نفر رو که دستگیر کرد به هر دلیلی مجازات بکنه، یا حالا مجازات به معنای همین تنبیه که شما گفتید، تعذیب بکنه، کتک بزنه، شکنجه بکنه، همچین حقی نداره. پلیس وظیفه‌شه که یه نفر رو گرفت تحویل بازداشتگاه بده، تحویل قاضی بده، قاضی تصمیم میگیره که این فرد آزاد بشه، در بازداشت بمونه یا چه اتفاقی سرش بیفته. یکی از مشکلاتی که ما داریم به خاطر قوانین نیست، ما هم این مشکل رو داریم، در خیلی از کشورها هم این مشکل هست، فقط به خاطر این نیستش که در قانون ذکر شده یا نشده. نیروهای پلیس یک اختیار بدون کنترل و اختیار بیش از حد دارن که خودسرانه متهمین رو در واقع مورد آزار و اذیت قرار میدن. مسئله ما همینه. الان قانونی که شما خوندید، یا این دوستمون گفتن که کمیسیون داره یه موضوع رو تهیه میکنه، دقت کنید به مسئله آموزش هم توجه بشه. آموزش مأمورین، آموزش قضات، دادستانها، پلیس، هر کسی، زندانبان، هر کسی که با متهم سر و کار داره باید آموزش ببینه. وقت نیست ازش با اجازه شما رد میشیم. یکی هم سازوکارهاست. در قوانین باید پیش بینی بشه که ممنوعه، که خوندید که در قانون اومده و در قوانین عادی هم همینطور، در قانون جزا همینطور. و از اون طرف حمایت های لازم از قربانیان. آیا شکایت در قانون دیده شده؟ پیگیری ها دیده شده؟ به اصطلاح جبران خسارت به قربانی دیده شده؟ بازپروری روحی و روانی قربانی دیده شده؟ یه نفر شکنجه میشه، فقط بحث درد و رنج نیست، بلکه تحقیر میشه. یه کسی که کتک میخوره فقط اون درده نیست، درده ممکنه 2 ساعت بعد تموم بشه، 2 روز بعد، هفته بعد تموم بشه، ولی اون تحقیر، این که یه نفر شما رو ضرب و شتم، موجب ضرب و شتمه، این مهمه. مثل زنانی که در خونه کتک میخورن، فقط این نیست که حالا مثلا یه ممکنه کتکی هم که یه زن میخوره خیلی شدید نباشه، مختصر یه آسیبی بهش وارد بشه، 2 روز بعد تموم بشه، جاش هم نمونه، درد هم نداشته باشه، اما احساس تحقیر و احساس این که یه نفر شخصیت و کرامت این روز به اصطلاح خدشه‌دار کرده و آسیب بهش رسونده، این حالا حالا خوب نمیشه. در مورد بسیاری از جرایم عادی، عمود شکنجه بسیار شدیدتره. بسیاری از آدم‌ها رو ما دیدیم که مثلا وقتی شکنجه شدن
سالها در کابوس شکنجه و به اصطلاح بودند و همینطور هیچ وقت نتونستن به جامعه برگردن. معذرت میخوام، مثل تجاوز به عنف، تجاوز به زنان و اینا که صورت میگیره، فقط بحث تعرض جسمانی نیست، بلکه این تحقیقیه که صورت میگیره، انگار که یه نفر به حریم شما وارد شده، برخلاف وقتیه که رضایت هست، در این حالت احساس میکنه که تعرض بهش صورت گرفته. بسیاری از افراد ما در مصاحبه ها دیدیم، اونایی که بهشون تجاوز شده هیچ وقت نتونستم به جامعه دیگه برگردم، به احتیاط رو بردم. واقعا همینجوریه، به خاطر همون یه کسی سوالی داشته باشه مصاحبه. تا چیزیه که کمیسیون میتونه روی این موضوع توجه بکنه. حالا اینا بیشتر تو سیستم قانونیه، این بحث دیگه است، مجازات های بدنی. من میتونم کمیسیون تو این دوتا موضوع میتونه بیشتر مانور بده. آموزش تک آقای چیز، شما که گفتید کمیسیون در مورد شکنجه داره کار میکنه، سعی کنید مواد رو دوباره نگاه بکنید، جنبه های آموزش رو مرتب تقویت کنید. هر کجا هست حتما پلیس موظف باشه که به طور دوره‌ای به مامورین خودش آموزش بده، یادآوری بکنه که این جرم خطاست، مجازات داره و هیچ ماموری حق نداره تحت هیچ شرایطی هیچ کسی رو شکنجه بکنه یا مورد لت و کوب قرار بده. آموزش رو دقت کنید، سازوکارا هم همینطور، نظارت هم شما نهاد آمبودزمان شما دارید یا نه، ولی نظارت به هر حال وجود داره. مرتب سازوکارهایی رو پیش بینی کنید که نیروها نظارت بشن. کی میره از ادارات پلیس نظارت بکنه، بازداشتگاه های پلیس بازرسی بکنه، بره زندان و با زندانی ها خصوصی صحبت کنه، اگر شکایتی دارن گوش کنه. چون خیلی وقتا همونجوری که شما گفتید زندانی شکایت نمیکنه، چون همونجاست، الان اگه حرف بزنه فردا دوباره کتک میخوره. میگم اینجاها شاید شما قدرت مانورتون بالا نباشه، اما تو این دوتا موضوع بیشتر دقت کنید لطفا. مواد رو با این دوتا موضوع بیشتر چک کنید، حتما رو آموزش عامه و آموزش نیروهای پلیس و ارتش و زندانبان و اینا و سازوکارها بیشتر دقت کنید. نتیجهش این باشه که یه نفر یه سیلی کمتر بخوره، من و شما رستگاریم، من و شما تو کارمون موفقیم. سعی کنیم باعث بشیم که یه نفر یه سیلی کمتر بخوره، یه کودک یه سیلی کمتر بخوره، یه زن کتک کمتری بخوره، یه زندانی، یه متهم، هر کدومم تو هر، یه معلول، فرق نمی کنه. شما فکر می کنید معلولین کم کم شکنجه میشن؟ چه در این جاهایی که اینا رو نگه می دارن، چه در خونه ها. متاسفانه این هست، حتی تو بیمارستان ها، حتی تو مدارس. یه دانش آموز یه چوب کمتر بخوره. اگر نتیجه کارمون این شد به خودتون افتخار کنید، ما موفق شدیم. گروه ما در مورد امنیت فردی و حریم خصوصی دیروز کار کردیم. ما مبتنی بر یک ویژگی حقوق بشر که دیروز استاد به اون اشاره کرده که تمام حقوق بشر به هم پیوسته هستند، بنابراین اینا رابطه ایلی و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری هم دارن به هم دیگر. از خاطر امنیت فردی و حریم خصوصی با آزادی ها این تاثیرگذاری و تاثیرپذیری را دارن. آمدیم امنیت شخصی را ما تعریف کردیم، گفتیم که بسیار خلاصه رهایی یک فرد یا یک شخص از هر نوع اقدام خودسرانه ای که آزادی وی را مورد تعرض قرار دهیم. یعنی ما میثاق‌ها یا معرفه‌ای اگر ما بتونیم، وقتی ما در راه میریم، در سرک میریم، در جای شیشتیم، در اداره کار میکنیم، به خاطر رفتار خود، به خاطر گفتار خود یا بدون هیچ دلیل میتونیم بگیم که مورد به اصطلاح پیگرد یا دستگیری خودسرانه پلیس یا شخصی قرار نگیریم. بنابراین حالا چه در مسکن باشه، چه در بیرون، چه در خیابان و کوچه و هر جای دیگه که باشه. بنابراین امنیت شخصی یا آمدیم گفتیم که با حریم خصوصی ارتباط تنگاتنگ و مستقیم دارن. به میزانی که امنیت فردی ما تأمین میشه ضمانت پیدا میکنه و مورد حمایت قرار میگیره، اما قرار حریم خصوصی ما اصلا محقق میشن اینان یک حد. اما به میزانی که امنیت فردی ما به خطر میفته، اما قرار حریم خصوصی ما مورد تعرض قرار میگیرن. باز آمدیم در
چی حریم خصوصی تعریفی را که ما ایراد کردیم گفتیم که یعنی یک فرد یا گروه بتانه که خود و یا اطلاعات مربوط به خود را مجزا کنه و در نتیجه بتانه که خود و یا اطلاعاتش را با انتخاب خودش در برابر دیگران آشکار بکنه با خواست خودش، یا اگر خلاصه ای را ما جمع بکنیم از درون زی یک چیز بیرون میشه که فضا یا خلوت شخصی که انسان هر طوری که خواسته باشه زندگی بکنه. مثلا ما در خانه خود چطور زندگی میکنم، چه غذایی میخورم، چه نوع لباس میپوشم، چه رقم فکر میکنم، چه نامه ای مینویسیم، با کی ارتباط دارم، با کی ارتباط ندارم، با کی زنگ میزنم، تلفن میکنم، اینا همه از مصداقهای حریم خصوصی هستن، همو حریم شخصی ما هست که هیچ کسی حق تعرض به این را نداره و ما آزاد هستم و باید مورد تعرض قرار نگیرم. خب ما یک چند تا مصداقش آورده، مثلا پرسوجو در مورد میزان درآمد بس کسا می پرسون میکنه که درآمد چند، اینا یک از مصداقهای حریم خصوصی هست که باید حفظ شود. کنجکاوی در مورد شغل، حرفه و یا تخصص، البته در موارد غیر رسمی که ضرورت نباشد، اگر ضرورت باشه رقم دیگه روز استاد گفتن در مثلا یک فرمی فرمش در اداره رسمی شکلی نمارن. پرسیدن در باره میزان تحصیلات افراد در صورتی که غیر رسمی باشن و کنجکاوی و پرسیش در مورد سن یک فرد چند ساله هستی در صورتی که بازم غیر ضروری و غیر رسمی باشن. پرسیدن یا جستجو در مورد علت نقصهای جسمانی یا ظاهری کسی مثلا معلول یا معیوب هستن، میایم های کنجکاوی کنیم که تو از کجا چطور چه رقم مشکلاتو پیدا کردی. پرسش درباره رابطه شخصی فرد با خانواده، با همسرش، با اینا، این هم جزء حریم خصوصی هستن. کنجکاوی برای مشاهده و دریافت اطلاعات درون تلفن، مثلا تلفنی کسی بریم چک کنیم، تبلیغش چک کنیم، کامپیوترش فایلاش چک کنیم، خود سریع‌تر بریم چلو خواندن پیام‌های ایمیل و مکاتبات و اینا، و یا دیگه پرونده بیمارستان یا پزشکی که در مورد یک شخص وجود داره اینا را به جستجو کنید. اینا مصداقش هستن. خب مصداقای قانونیش هم هست، دو سه مورد ماده قانون رو ما آوردیم به خاطر از اینکه اینا در قانون ضمانت شدن. یکی ماده 37 هست، ماده 37 قانون اساسی که در اونجا مراسلات و مکاتبات را به عنوان محرمیت شخصی قلمداد کرده و به رسمیت شناخته، و ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر هست، گفته هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی داره، امنیت شخصی رو اونجا صریح گفته. ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر هست که میگه که هیچ کسی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه، مکاتبات خود نباید مورد دخالت خودسرانه قرار بگیره. و همین رقم در ماده 18 اعلامیه اسلامی حقوق بشر هم روی حریم خصوصی، حفظ حریم خصوصی توجه شده. و همین رقم در ماده 38 قانون اساسی حریم مسکن و اینا به رسمیت شناخته شده که گفته جزء حریم خصوصی و امنیت فردی هست، نباید مورد مداخله خسرانه قرار بگیره. خیلی خیلی ممنون. از گروه دوم اگه یادتون باشه در دیروز در مورد وظیفه دولت در پاسخ به هراس شهروندان صحبت کردیم. امنیت فردی موضوع بسیار مهمیه، وارد بحثش نمیشیم چرا که یه داستان دیگه ای هست، اما میدونیم که بدون داشتن امنیت فردی یا بدون احساس امنیت فردی استفاده از آزادی ها هم دیگه میسر نیست. وقتی من احساس آزادی نداشته باشم نمیتونم حرف بزنم، نمیتونم رفت آمد کنم، نمیتونم بنویسم، نمیتونم منتشر بکنم، اینا کاملا با همدیگه مرتبط هست. بنابراین یکی از وظایف دولت همین هست که در شهروندان احساس امنیت ایجاد بکنه و واقعا هم امنیت وجود داشته باشه. مثل پلیس کارش همینه، پلیس کارش به اصطلاح تأمین امنیت هست، پاسخ رفتارش حمایت از شهروندان هست، قانونگذاری میاد و در پاسخ به هراس شهروندان این کارا رو انجام میده. اما اگر خود پلیس باعث ایجاد ناامنی بشه یا احساس امنیت رو در ما از بین ببره، دولت وظیفه درستی رو انجام نداده. مثل دستگیری و بازداشت خودسرانه، وقتی پلیس میاد خودسرانه و غیر قانونی بسیار گسترده افراد رو بازداشت میکنه یا خودسرانه دستگیر میکنه، این
امنیت فردی رو خدشه‌دار میکنه. استثناءً باید افراد رو دستگیر کرد، نه اینکه همینجوری فرد دستگیر بشه. الان نمیخوام بگم، خود امنیت فردی یه ورکشاپ دیگه هست که موضوعات فراوانی داره، اگر قسمت شد یه موقعی شاید در رابطه با امنیت فردی بیشتر صحبت بکنیم. اما وقتی که فردی بازداشت میشه، دستگیر میشه و باید به اداره پلیس برده بشه، باید در اسرع وقت به مرجع قضایی معرفی بشه. پلیس حق نداره که یه نفر رو بیش از حد در بازداشتگاه نگه داره. خب سوال از گروه دوم، بر اساس قانون اساسی افغانستان پلیس تا چند مدت، تا چند ساعت، تا چند روز میتونه نگه داره؟ یعنی از روز اول هم بدون یعنی اولین بار 72 ساعت. این طبق موازین بین المللی خیلی زیاده، یعنی بله حد اکثر باید باشه. و تازه در قانون، مثلا در قانون اساسی ما 24 ساعته، ظرف 24 ساعت باید برسونه به مرجع قضایی، و مرجع قضایی مستقل، نه اونی که تحت نفوذ نیروهای امنیتی و اینا هست، یعنی دادگاه و قاضی مستقل و صالح، که حالا این تعریفش جدا ادامه به در جای دیگه ای صحبت میکنیم. در اسرع وقت 24 ساعت یا مثلا 48 ساعت نباید بیشتر در اختیار پلیس باشه. چون ما دیدیم هر چقدر که دقت کنید، کمیسیون تو این بحث شکنجه شما هم دقت کنید، اینو اضافه کنید، هر چقدر که متهم بیشتر در اختیار پلیس باشه، احتمال شکنجه و نقض حقوق متهم بیشتره. بنابراین قانون باید سعی بکنه که کمترین وقت رو در نظر بگیره. پلیس یه نفر رو گرفت، یک بازجویی مقدماتی انجام داد، دیگه کاری نداره، باید سریع بفرستتش نزد مرجع قضایی. حالا اگه مرجع قضایی گفتش که بیشتر نگه دار، اب نداره، ولی دیگه با حکم مرجع قضاییه. اگر گفت نه ببرش برای تحقیقات بیشتر، اشکالی نداره، ولی با نظر قاضی باید باشه. خود فرد پلیس نمیتونه نگه داره. خود هر جا اگر پلیس بیشتر نگهش داشت، حقوق متهم نقض میشه. استاد در مورد امنیت، یکی دیگه از مواردی که امنیت رو از بین میبره، بازرسی منازل هست بدون مجوز قانونی، که این ما رو میرسونه به بحث حریم خصوصی. بازرسی منازل هم باید با مجوز قضایی باشه. پلیس نمیتونه همینجوری وارد یه خونه‌ای بشه دنبال چیزی میگرده، حتما باید مجوز قضایی باشه. تا حتی امکان باید بازرسی در روز باشه، در حضور صاحب منزل باشه، هر شبت که، و بازرسی هم متناسب با اون موضوعی که به خاطرش مجوز گرفتیم باشه. مثلا اگه من دنبال یه معتر مسروق هستم، وارد خونه شما میشم با مجوز قضایی، من حق دارم بیام اتاقا رو بگردم؟ نه، معتر مسروقه رو که تو اتاق نگرده میدارم. یا اگه دنبال یه آدمی میگردم، میتونم برم مثلا کمودا یا دراورها رو نگاه بکنم، آلبوم‌های خانوادگی رو نگاه کنم، میتونم کمود لباس‌ها رو نگاه بکنم، من چه حقی ندارم. متناسب باید باشه، بازرسی منزل باید متناسب باشه با اون موضوعی که به خاطرش مجوز گرفتیم. نمیخوام الان بحث بکنم، خیلی بحث مفصلیه بازرسی منازل، ولی نکته‌ای که به درد ما میخوره حریم خصوصیه. بازرسی منزل چشم ما رو میرسونه به یک موضوع مهم، که حریم خصوصیه، که با آزادی‌ها هم ارتباط داره. اول ببینیم که حریم خصوصی یعنی چی؟ ارتباطش با آزادی‌ها و عرض شد که مصادیق، خیلی مختصر رد شیم، چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم و ورکشاپ ما هم در مورد حریم خصوصی نیست، ولی چون ارتباط داره با آزادی ها و بعد از قضا هم در مورد آزادی ها میخوایم صحبت بکنیم، دو تا گروه دیگه مونده که به آزادی ها توجه دارن، مختصر در مورد حریم صحبت کنیم. 30 ثانیه در خدمت شما هستیم. در رابطه با حق آزادی و امنیت شخصی و حق مسکن، چون این دو حق دیگه، آیا کسی بدون مجوز قانونی داخل مسکن کسی میشه؟ نمیتونه.
نه اینجا نقد حق آزادی امنیت شخصی است یا نقد حق مسکن؟ نه حق مسکن ببین دو تا بحثه، یکی بحث حق مالکیت منظور شماست، حق مسکن یه چیز دیگه است. شما میگی وارد منزل کسی نشیم چون این مالکیت داره. حریم خصوصی نقض شده، امنیت فردی هم نقض شده. در واقع این به طور خودسرانه هم اگه بدون مجوز باشه انجام شده. یا حد گاهی وقتا یادتون باشه مجوز هست اما پلیس خودسرانه اقدام میکنه، مثلا اشکال از مجوزه، مجوز قضایی قاضی گفته که منزل آقای محبتی رو هر وقت دلت خواست برو بگرد. ما ایشون رو آشنا هستیم دیگه، ما از دوست دارم. این مجوز اشکال داره، مجوز باید بگه که در فلان تاریخ فلان روز فلان ساعت منزل ایشون رو بازرسی کنید و به چه قصدی که تناسب رعایت بشه. حکم کلی به درد نمیخوره آقای جابی، همینجوری قاضی میگه برو خونه ها رو بگرد یا برو خونه فلان در راست. نه، گشتن ساعت و روزش باید مشخص باشه و الا میشه خودسرانه. پلیس هر وقت دلش خواست شب میاد، روز میاد، وقتی ایشون نیست میره، هر جوری دلش خواست میگرده. غلطه، اینا رو الان بحثش نیست. یا مکالمات، پلیس نمیتونه بیاد تلفن های ما رو گوش بکنه بدون مجوز قضایی. تازه مجوز قضایی هم باید ساعت و تاریخ و دفعاتش معلوم باشه. همینجوری بخواد باشه که میشه خودسرانه. خصوصی واقعا سه جلسه لازم داره. اگه بخوایم فقط اون کلیاتشو بگیم سه جلسه ولی حریم خصوصی اولا یک حوزه شخصی و حوزه خصوصیه که اصلا بدون اون زندگی مختل میشه. شما نمیتونی تصور کنی که ما بدون حریم خصوصی زندگی کنیم. بسیاری از کارهای شخصی ما، کارهای خصوصی ما، نظافت ما، استحمام ما، همه اینا در فضای حریم خصوصی صورت میگیره. ما اگر در زندگی این حریم خصوصی رو نداشته باشیم اصلا زندگیمون از مختل میشه. اگه یه نفر همیشه با ما باشه بخواد حواسش به ما باشه معنا نداره. حریم خصوصی خلاصه اون حوزه، دقت کنید یه جمله میگم، حریم خصوصی اون حوزه ای از زندگی شخصی و خصوصی است که هر فردی آزادانه و بدون مزاحمت بتواند خود را ابراز کند، آنطوری که هست و آنطوری که میخواهد و یا با دیگران در ارتباط باشد. یعنی چی گفتم؟ حریم خصوصی اون زندگی شخصی مهم ها، آزادی ها، آزادی بیان، اجتماعات، انتخابات، تشکیلات، آزادی مطبوعات، همه آزادی ها دقت کنید مربوط به حوزه عمومیه. دولت برای حوزه عمومی قانون گذاری میکنه، تمام قوانین مربوط به حوزه عمومیه. حوزه خصوصی اصلا حوزه قانون گذاری عمومی نیست. قانونگذار قرار نیست برای حوزه خصوصی من قانون بذاره تو خونه چجوری لباس بپوش، تو خونه چجوری حرف بزن، تو خونه چجوری با دیگران ارتباط داشته باش، تو خونه چی و چی چه فیلمی نگاه کن. اگه این بشه که دیگه حریم خصوصی نیست. اگر قانون رو دیدید کمیسیون دقت بکنه، اگر قوانین رو بررسی میکنید دقت بکنید که قانونگذار برای حریم خصوصی ما قانونگذاری نکنه، نگه تو خونه این کارو بکن اون کارو بکن، اینجوری باش اونجوری باش، تو خونه مثلا حجاب داشته باش، نمیدونم حتی در جلوی غریبه. قانونگذار ربطی نداره. نمیگیم کار خوبه یا بده، کاری به این چیزا نداریم. و وظیفه قانونگذار نیست که به ما بگه در حریم خصوصی چیکار بکنیم. حریم خصوصی مثل خانه، خانه شما حریم خصوصی شماست. تو این حوزه
هر جوری که هر رفتاری دلنوخواست انجام میدیم به شرط آن که به حقوق دیگران آسیب نزنیم. مثلا من توی خونه یه طفلی رو کتک بزنم، پلیس میتونه بیاد اون رو نجات بده. همین که الان ایشون رو وقتی یه نفر رو در اونجا در گرفتاری هست، پلیس میتونه بیاد اون رو آزاد کنه، اون رو نجات بده. یه زنی تو خونه داره کتک میخوره، پلیس میتونه اون رو نجات بده. اما اینا استثناءاته، اینا رو بذاریم کنار. از اینها گذشته، حریم خصوصی حریم ماست. ما در اونجا آزادی کامل داریم، کامل. هیچ کس به ما نمیگه تو خونه چیکار کن چیکار نکن، با دیگران چجوری رضایت. افراد در حریم خصوصی هستن و با هم هستن به هر شکلی، و یا من هر جوری که دلم میخواد در حریم خودم هستم. قانونگذار حق قانونگذاری برای حریم خصوصی من رو نداره، قانونگذار برای حوزه عمومی قانونگذاری میکنه، تمام؟ و مصادیقش، مهمترین مصداق حریم خصوصی خانه است. هیچ کس حق نداره وارد خونه من بشه بدون اجازه، بدون رضایت یا بدون مجوز قضایی برای بازرسی. من تو خونه هر کاری دلم میخواد میتونم بکنم، به شرط آن که مزاحم دیگران نشم. تو خونه به هر آهنگ و موسیقی میتونم گوش بدم، به شرط اینکه صداش اونقدر بلند نباشه که وارد حوزه عمومی بشه و دیگران رو آزار بده یا به حقوق دیگران لطمه وارد نشه، مثل کودکان، زنان که گفتم. یا مثلا من تو حیات خونه حق ندارم یک آتیش بزرگ، مثلا آقای محبتی دوست داره باربیکیو کنه، یک آتیش بزرگی تو حیات درست کرده، دودش داره میره، به شدت همسایه رو اذیت میکنه. نمیتونه بگه که حریم خصوصی منه، همسایه داره اذیت میشه، دودو کم میکنه، میره باربیکیوشو میخوره، درسته؟ برای اشتراک کنندگانم میاره البته. دقت، آخرین جمله است. مصادیقش یکی خونه است که گفتم بحثش مفصله، فقط خدا چرا بحث آقای آموزگار، چرا بحث از حریم خصوصی رو پیش کشیدیم؟ برای اینکه خواستیم بگیم با آزادی ها چه ارتباطی داره. آزادی ها مال حوزه عمومیه، حریم خصوصی آقای جاوید حریم خصوصیه، درست؟ مصادیقش یکی خونه است، یکی موتره. هیچکی حق نداره به ما بگه آقا موتر رو باز کن ببینم چی توشه. نه، درسته، چون موتر شیشه داره، از بیرون قابل رویته، من مثلا هر کاری نمیتونم بکنم، درسته؟ آقای محبتی موتر داره میتونه رانندگی کنه، اما میتونه برهنه رانندگی کنه؟ نه. ممکنه خیلی دوست داشته باشن، اما ایشون حق نداره. چرا؟ چون از بیرون قابل رویته. ما تو خونمونم پشت پنجره نمیتونیم مثلا برهنه وایستیم بگیم اینجا خونه منه، چون از بیرون دیده میشه دیگه حریم خصوصی نیست. در نسبت به اون قسمت‌هایی که دیده میشه حریم خصوصی نیست، یادتون باشه. بله، شما تو خونه پشت پنجره نشستی، هر آهنگی گوش میدی، هر فیلمی نگاه میکنی، از بیرون که کسی متوجه نمیشه، اب نداره. اما پشت پنجره یه کسی برهنه وایسته، بگه حریم خصوصی دیگه، نه، چون از بیرون دیده میشه دیگه حریم نیست. ماشین معتل هم همین جوریه، به اون قسمتهایی که از بیرون پیداست حریم نیست. اما اینکه شما توی داشبورد ماشین، توی صندوق عقب چی داری، به کسی ربطی نداره. اگر کس پلیس مشکوک شد باید حکم داشته باشه. موتر یادتون باشه حریم خصوصیه، پلیس همینجوری نمیتونه بگه باز کن ببینم چی داری، باید حکم داشته باشه، ایست و بازرسی برای موترها داشته باشه. مکالمات ما، مکاتبات ما، گفت آقای آموزگار دیگه تکرار نمی کنم، ایمیل های ما، نمیدونم تلفن های ما، اینا همه هست. و یکی هم همون که نکته مهمی که گفت، آخرین جمله است، شهرت و اعتبار و حیثیت ما حریم خصوصی ماست. من نمیتونم با اسم شما خودم رو معرفی کنم، اسم شما حریم شماست. نمیتونم عکس شما رو روی کارت خودم بزنم بگم من آقای فلانیم، عکس شما حریم خصوصی شماست. استفاده از عکس، نام، مشخصات، آدرس دیگری، این نقض حریم جعل هست. بحث جزاییشو نمیگم الان، ولی بحث حریم خصوصیشو میگم، این نقض حریم خصوصیه.
نمیدونم به اصطلاح سوء استفاده افشای اطلاعات پزشکی حرفه‌ای و کاری، نمیدونم دی ان ای از این جور چیزا، اینا همه حریم خصوصیه. فقط یه نکته بگم خیلی به دردتون میخوره، هدیه من به شما از این بحث، اینا رو شاید میدونستید، هر چقدر که مقامات مقامشون میره بالاتر، حریم خصوصیشون کمتر میشه. متاسفانه تو قوانین ما برعکسه. مثلا اگه من بیام حریم خصوصی شما رو نقض کنم، یه مجازات در پرسون مثلا میگه یک روز حبس مثلا، اما اگه مثلا حریم خصوصی رئیس جمهور یا یه وزیر رو نقض کنم، یک سال حبس. این برعکسه، اشتباس. کسی که در صحنه عمومی هست، کسی که میخواد رأی مردم رو جلب کنه، باید توقع داشته باشه که من میخوام ازش بیشتر بدونم. پرونده پزشکی کاندیدای ریاست جمهوری حریم خصوصیش نیست. حالا مفیده من که کاندیدا هستم و میخوام رأی بدم، کسی که کاندیدا هست و از من رأی میخواد، باید توقع داشته باشه که من از سابقه پزشکیش باخبر شم. من چجوری رأی بدم به یه نفر که نمیدونم سالمه یا سالم نیست؟ اومدیم و این فرد مثلا دور از جون شما سرطان داره، 6 ماه دیگه بیشتر زنده نیست، نمیخواد بگه، من بهش رأی بدم انتخاب بشه، فردا 6 ماه دیگه از بین بره، کشور دچار هزینه بشه، یه کسی دیگر میخواد انتخاب بکنه. سابقه خانوادگیش، بچه‌هاش، نمیدونم موفقیتش در ازدواج یا نمیدونم جاهایی که کار کرده، پرونده استخدامیش، هیچ کدوم از اینا حریم خصوصی نیست. حتی جاهایی که میره، مثلا من و شما اگه یه روزی بخوایم بریم رستوران، خب ما میشیم با بچه ها میریم رستوران رو برمیگردیم، فردا اگه کسی عکس من رو تو روزنامه چاپ کنه که فلانی رفته رستوران، نقض حریم خصوصی منش، این مال مربوط به منه. اما رئیس جمهور فردا خواست رستوران بره، اشکال نداره، اینو پخش میکنن، چون مردم دوست دارن بدونن رئیس جمهور چیکار میکنه، کجا میره، چیکار. بله، زندگی کاملا خصوصیش به ما ربطی نداره، اما به همون میزان که دوست داره ما بهش رأی بدیم و در ملأ عام باشه و در افکار عمومی باشه، باید بدونیم ما دوست داریم فالوش کنیم، اطلاعات بیشتری ازش داشته باشیم و حریم خصوصیش کمتره. بنابراین یادتون باشه تو قوانین که چک میکنید حواستون باشه نقض حریم خصوصی افرادی که میرن بالاتر، حریم خصوصیشون کمتره. یه چیز دیگه بگم، یه هدیه دوم، buy one get one free، ها تو این تبلیغات میگن تو این وان. دومی چیه؟ توهین. هم همینه، هر چی مقام میره بالاتر، اگر بهش توهینی شد، باید مجازاتش کمتر باشه، نه بیشتر. قانون جزایی ما برعکسه، برعکسه. من مثلا فرض کنید که با آقای ناصری، خدای نکرده، یه توهینی بکنم، مثلا میگن آقا 10 روز حبس، اما اگه به رئیس جمهور توهین کنم، میگه نه 6 ماه حبس. برعکسه، حقوق بشر عکسشو میگه. برای چی رئیس جمهور توهین دیگه؟ حالا مثلا من یه چیزی گفتم، چطور وقتی که میخوام رأی بدم دوست داره من اونجا باشم، شعار بدم، تبلیغات بکنم، کمپین بکنم، حرف خوب بزنم، رد کارپت براش پهن بکنیم، یه موقع هم یه کسی یه چیزی هم میگه دیگه، اشکالی نداره. چه اشکالی؟ مگه ندیدی تو این فیلم ها، تو این اخبار، یه دفعه این طرف ظرف کیک رو میزنه به صورت رئیس جمهور یا وزیر خارجه؟ نمیگیم کار درستیه ها، میشه ازش شکایت کرد، اون فرد رو میشه جریمه هم کرد، اما کسی که در مقام عمومی هست باید سعه صدر و بردباریش بیشتر باشه، بگه همون جوری که اینها واسه من اینقدر کمپین را میندازن و همش کف میزنن و جایزه میدن و سفر میرم و نمیدونم این بر اون ور، گاهی هم ممکنه یه نفرم پیدا بشه که با من اینجوری بکنه، اشکال نداره، ولش کن، مجازات زیشتر نباید بگیریم. توهین به اشخاص، باید اشخاص عادی باید مهمتر باشه از توهین به یه مقام. قوانین ما برعکسه. اینا رو دقت کنید تو قانون، اگه چک میکنید نقد کنید. من نمیگم، یادتون باشه بحث این نیست که توهین به رئیس جمهور خوبه، نه، بده، همیشه بده.
بی احترامی بعد گوجه فرنگی پرت بکنیم، تخم مرغ پرت کنیم به سمت مقامات بده. اما اینجور نباشه که اون رو یک جرم امنیتی، یک جرم بسیار مهم بدونیم، توهین به افراد عادی رو بگیم حالا یادا. نه، برعکسه. تو اون فرد باید بدونه اگر میخواد در پابلیک آی و در معرض عموم باشه رأی بگیره از ما، ممکنه دو نفرمون هم بی احترامی کنیم، اشکالی نداره. پس یادتون باشه که مقامات نه حریم خصوصیشون بیشتر از ماست، نه مسئولیتشون در برابر توهین و رفتارهای غیر محترمانه بیشتره. استاد یه لحظه بیان کننده این نظریات و افکار از طریق گفتار، نوشتار، تصویر و یا وسایل دیگر باشد. البته دوستان که نوشته بودیم به توافق رسیدیم. مهم مسئله دویم خصوصیات آزادی بیان چیست؟ اول، آزادی بیان مطلق نیست. تاریک استادی رو صحبت کرد، اگر مطلق باشه حرج مرج به وجود میاد. فلهذا به خاطر آزادی بیان یک نهاد حاکم باید وجود داشته باشه که تا آزادی بیان رو تنظیم کنه. بدین اساس آزادی بیان مطلق نیست. دویم، آزادی بیان عام است. هر کس میتونه استفاده کنه. افکار و نظریات خود را ارائه کنه. سه، آزادی بیان یکی از حق مهم بشری است. قبلا اشاره کردم که در دین اسلام بسیار زیاد مورد حمایت قرار گرفته. چهار، آزادی بیان دارای محدودیت ها است. یک سلسله محدودیت ها وجود دارد. اول، آزادی بیان باید خلاف استقلال و حاکمیت ملی نباشد. دو، آزادی بیان خلاف نظم و امنیت عمومی نباشد. سه، آزادی بیان خلاف باورهای مذهبی نباشد. چهار، آزادی بیان خلاف اخلاق حسنه و عفت عمومی نباشه. پنج، آزادی بیان توهین و تهمت نسبت به افراد نکنه یا نداشته باشه. شش، گرایش آزادی بیان گرایش به تبعیض جنسیتی، نژادی و قومی باید نداشته باشه. مسئله سوم، آزادی بیان در قانون اساسی ماده 24 قانون اساسی گفته که دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسانی مکلف است. ماده 34 قانون اساسی آزادی بیان از تعرض محسوب است. همچنان قانون رسانه‌های همگانی هم وجود داره که در رابطه با آزادی بیان خیلی مثلا در آن گنجانده شده، چون وقت کم بود و این قانون رو اختیار رو نداشتم، نتونستم مستند روی باز کنم و ایجه بگنجانم. همچنان ما اسناد بین‌المللی هم داریم که در قدم اول اعلامیه جهانی خوب باشد که ماده 19 و 20 در رابطه با آزادی بیان اشارات داشته که هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد. ما بسیار خلاص گرفتم به خاطر اینکه بحث بسیار وسیع است. این برای نیم ساعت، برای یک ساعت گنجایش دیگر نداره. به خاطر از این بسیار مختصر است. دوم، میثاق مدنی و سیاسی ماده 19 چه میگه؟ هر کس حق دارد که نظریات خود را بدون دخالت و معنی بیان دارد. همچنان اعلامیه اسلامی حقوق بشر در رابطه با آزادی بیان چه گفته؟ ماده 22، هر انسان حق دارد نظر خود را آزادانه بیان کند به استثناء حالاتی که مغایر به اصول شرعی نباشد. مورد آخری رو استاد اشاره کرده بود که شما نقد در رابطه با آزادی بیان چه نقدی وجود داره؟ ما صرف با یک جمله که اکتفا میکنیم. برخی ها از فضای مساعد و مناسب آزادی بیان سوء استفاده میکنند. مثال واضحش اون مسئله فرانسه است، کاریکاتور پیغمبر اسلام ساخته شد که چقدر مسلمان ها در تظاهرات شهید شده. و بعضی ها ناآگاهانه مرتکب عمل ضد ارزش آزادی میشود. در مجموع گروه ما به این چهار مورد اشارات داشت. دوستان میتونن که اضافه کنن و کم کنن. خیلی خیلی ممنون آقای ناصری عزیز. در واقع اهمیت زیادی داره و حتی شاید بشه گفتش که اگر آزادی بیان نباشه
هیچ کدوم از آزادی‌های عمومی معنادار نیست. در واقع تمام آزادی‌های عمومی بر اساس آزادی بیانه. آزادی عمومی بیان که نباشه، آزادی مطبوعات و نشریات نیست، آزادی قلم نیست، آزادی هنر نیست، آزادی گفتار سیاسی نیست، آزادی انتقاد از دولت مردان نیست و همینطور آزادی اجتماعات، آزادی تشکیلات، آزادی انتخابات، آزادی مذهب، هیچ کدوم از اینا وجود نخواهد داشت. بس اهمیتش کاملا روشنه. نکته دیگه ای که میخواییم بگیم اینو عرض کردم خدمتتون، به اصطلاح آزادی اطلاعات، آزادی بیان به این معنا هستش که بیان هم که داریم میگیم منظورمون بیان به معنای کلام و شفاهی نیست، به هرش در واقع به معنای اکسپرشنه، هر جوری که ابراز بشه. در واقع به معنی فریدم آف اکسپرشن که تو یا حتی توی زبان خودمون آزادی بیان میگیم، فقط بیان به معنای کلام شفاهی نیست، همه جوش در واقع ابراز نظر هست. هر جوری که ما ابراز بکنیم، این نوشته باشه یا به هر شکلی موسیقی باشه، فیلم باشه، همه اینا جز آزادی بیان هست. بنابراین این به معنای خودش هست. آزادی بیان به این معنا هستش که افراد بتونن هر به اصطلاح چند تا چیز هست در کجا بنویسم، به اصطلاح آزادی بیان یکی آزادی داشتن فکر و عقیده است و یکی هم آزادی ابراز بدون ترس از سرکوب. این به معنای آزادی بیان هست. پس در واقع میشه گفتش که وقتی ما از آزادی بیان صحبت میکنیم، از دو تا چیز صحبت میکنیم. یک، آزادی داشتن فکر و نظر، و دو، آزادی ابراز. حالا سوال ما از شما اینه که ما وقتی میگیم آزادی داشتن، هنوز که بیان نشده، هنوز که ابراز نشده، از چی حمایت میکنیم؟ وقتی میگیم آزادی بیان یعنی اول از همه شما هر فکری داری داشته باش، هر نظری تو ذهنت داری داشته باش، دو، آزادی که اینو بیان کنی. تو اون قسمت اول که میگم آزادی که هر چی میخوای ابراز کنی، از چی دارم حمایت میکنم؟ من که نمیدونم چی تو ذهن شماست، از فکر شما خبر ندارم، هنوز بیان نشده، از چی حمایت میکنم؟ یک کلمه کلیدی میخوام. آزادی عقیده نیست؟ خب چرا؟ همونه. ولی آزادی عقیده هم همینه. یک، شما آزادی هر عقیده‌ای داشته باشی، هنوز بیان نکردی. دو، آزادی این رو بیان کنی. و در اون قسمت اول که میگم آزادی هر عقیده‌ای داشته باشی، از چی دارم حمایت میکنم؟ من چه میدونم شما به چی فکر داری میکنی؟ اعتقادت چیه؟ بیان که نکردی، از چی دارم حمایت میکنم؟ یک کلمه کلیدی که میخوام اینو دقت کنید. من الان یادتون باشه درس آزادی بیان نیست، الان ورکشاپ نیست، موضوع اون چیز دیگه است، ولی این نکات رو باید بدونید تا در نکات کلیدی حقوق بشر، اونی که امروز تو جامعه ما به درد اون میخوره رو بدونیم. دقت کنید کلمه کلیدی چیه؟ از بیان نظریاتش که در بخاطری از اینکه در پیش خودش قید نمانه و بتانه که ابراز نظر بکنه، اون اما در واقع بیان نمانه. همونی که امروز صبح بحث شد، تفتیش عقاید. من وقتی میگم که شما آزادی هر فکری داشته باشی، هر عقیده‌ای داشته باشی، یعنی حق ندارم از شما بپرسم چه نظری داری، چه عقیده‌ای داری. ممنوعیت تفتیش عقاید، یعنی تا زمانی که شما خودت نخوای، من نباید به اجبار از شما سوال کنم شما اعتقاد چیه؟ به چه حزبی علاقه داری؟ چه روزنامه‌ای میخونی؟ به چه موسیقی گوش میدی؟ نمیدونم آداب دینی تو انجام میدی؟ نماز میخونی؟ فلان کار اینا رو من نباید بپرسم از کسی. هر کس خودش خواست
اینا رو مطرح میکنه. من سوال نمیکنم. ما حق نداریم از افراد عقیده و نظرشون رو در مورد یه موضوعی بپرسیم مگر خودشون با رضایت بخوان بگن. صبح الان صحبت بود دیگه، یه کسی نمیدونم از سن و نمیدونم از مذهب و از قومیت و از هر چیزی سوال کنیم، ما همچین حقی نداریم. بس آزادی بیان یا آزادی عقیده در، یعنی در آزادی بیان ما از آزادی افراد در برابر تفتیش عقاید هم حمایت میکنیم. نکته اصلی همینه. مثلا اگه شما میخواید یک جایی استخدام بشی، حالا اونی که به درد ما میخوره الان عرض کنم، شما وقتی میخوای یه جایی استخدام بشی، مثلا اومدی من استخدام کنم شما رو، من حق ندارم از شما سوالاتی بپرسم که تفتیش عقایده. شما، من اگه میخوام یک مهندسی رو استخدام کنم، فقط حق دارم تحصیلاتش رو بپرسم که ببینم سواد اون کار رو داره، و دو، تجربه کاریش، آیا تو این زمینه تجربه داره یا نه. تمام. قرار نیست بپرسم به کدوم حزب علاقه داری. هر حزبی یکی از احزاب قانونی کشور دیگه. چه روزنامه ای میخونی؟ یکی از همین روزنامه ها نمیخونم. هیچی. ما نباید از مذهب افراد سوال کنیم، چون این ربطی به اون کار نداره. یا از قومیت و نژاد، هر قوم و نژادی باشه اگه بتونه اون کار رو انجام بده خوبه، اگه نتونه خوب نیست، از هر قومی که میخواد باشه. پس نکته ای که میخوام عرض کنم اینه، دقت بکنید، ما نباید از افراد سوالات شخصی بکنیم مگه خودشون بگن. تفتیش هیچ دولتی، هیچ مامورین و به اصطلاح پلیس یا هر کسی حق نداره ما رو نگه داره بگه شما کی هستی، مگر در معرض جرم باشیم. سوالات خصوصی قابل قبول نیست. توجه میکنیم، ما حق نداریم از افرادان عفیف سوالات خصوصی بپرسیم. تفتیش عقاید ممنوعه. آزادی بیان یعنی آزادی در برابر تفتیش عقاید. از هر کسی حق داره هر اعتقادی داشته باشه، هر نظری داشته باشه. ما در استخدام ها خانم افشار از افراد سوال نمی کنیم شما به چه حزبی علاقه داری، چه روزنامه می خونی، نمازتو می خونی یا نه، اینا شخصیه. ما در استخدام می پرسیم خانم عفیفه تحصیلات این کار رو داری یا نه، تجربه رو داری یا نه. تمام. دیگه سوالات شخصی نمی پرسیم، اینا ربطی به اون کار نداره. بنابراین تفتیش عقاید ممنوعه. یک، دو، داریم آزادی بیان رو صحبت میکنیم. شما نبودید، آقای ناصری کامل در مورد آزادی بیان که تو گروهش بود صحبت کردن، بعضی از نکاتش رو با هم صحبت میکنیم. آزادی بیان یادمون باشه پس، آزادی بیان یعنی یک، حمایت از افراد در برابر تفتیش عقاید، و حمایت از افراد در داشتن هر نظر و عقیده‌ای که دارن. دو، حمایت از افراد در ابراز نظر، فکر و عقیده‌ای که دارن بدون ترس از سرکوب. تمام. این آزادی بیان هست. توجه کردید؟ منتها از نکات دیگه آزادی بیان که خوبه ما بدونیم چند تا اصطلاح هست، اینا رو بد نیست بدونید، تفاوتاشو من و شما که حقوق بشری هستیم بدونیم. یکی آزادی بیانه که گفتم، دو، آزادی جریان اطلاعات هست. جریان اطلاعات یعنی هر چیزی که در دنیا منتشر میشه، هر اطلاعاتی که در دنیا هست، کتاب، مجله، اینترنت، سایت، هر چی هست، باید این بدون محدودیت مرز و غیره در جریان باشه و همه بهش دسترسی داشته باشن. آزادی جریان اطلاعات یعنی هر اطلاعاتی، البته در چارچوب محدودیت ها که بعدا صحبت میکنیم، هر اطلاعاتی که در دنیا هست در اختیار همه باشه. تمام. یه اصطلاح هم از آزادی دسترسی به اطلاعات.
کی میتونه بگه که چه فرقی هست بین آزادی جریان اطلاعات و آزادی دسترسی به اطلاعات؟ آزادی دسترسی به اطلاعات که در چارچوب یک البته فرق میکنه روش ها بیشتر در چارچوب حکومت ملی مطرح میشن. مثلا در افغانستان قانون دسترسی به اطلاعات که است برای بر اساس ماده 54 قانون اساسی افغانستان تمام شهروندای افغانستان زی حق میدونن که به اطلاعات و اسناد مدارک آفرین های دولتی و مؤسسات عمومی وجود دارد و اونا دسترسی دارد. خیلی عالی. این دسترسی به اطلاعات یعنی دسترسی به اطلاعات دولتی. امیدواریم یه روزی آقای جاوید یه ورکشاپی برای شما برگزار کنه، از یه نفر دعوت کنه بیاد به ما بگه که آزادی دسترسی به اطلاعات یعنی چی. خیلی مفصله، خودش یه ورکشاپه. خوبه که از این به بعد کارگاه‌های آموزشی ما آقای آموزگار آقای جاوید کلی دیگه نباشه، کلی بسه. تو سایت هم که گذاشتین هر کس بخواد باید مراجعه بکنه، به کارگاه‌ها رو لیست کنید. مثلا این ورکشاپ آزادی دسترسی به اطلاعات یعنی چی؟ آزادی منع شکنجه، آزادی بیان، نمیدونم آموزش و بشر برای پلیس، خدا لیست کنید. هر کی هم خواست تو این کار ورکشاپ بیاد قبلا این ورکشاپ و قبلا که تو سایت هست بخونه ببینه و حتی اگه شد یه امتحانی هم بده که یا مطمئن بشیم که این صحبت‌ها رو قبلا شنیده، بعد بیاد تو ورکشاپ بعدی که تخصصیه. ما دیگه هر دفعه میایم اینجا کلیات صحبت نکنیم، بلکه به یه موضوع ریز بپردازیم. به نظر من پیشنهاد خوبی آقای جاوید، اگه شما هم موافق باشید از این به بعد هر ورکشاپی که هست مثلا دفعه قبل یا این دفعه اینا رو همه گوش کنن توی خلوت خودشون تو وقت خودشون، بعد بیان ورکشاپ بعدی، دیگه ما اینا رو نگیم. به نظر من فکر بدی نیست، چون حالا که مستند هست و فیلمش هست همه اینو گوش کنن. حالا بعضی از شما هم که بعضی جلساتو نبودید میتونید برید دوباره اینا رو مطالعه بکنید. برای ورکشاپ های بعدیمون دیگه باید ریز بشه موضوع، یه موضوع خاص. گفتم که آزادی بیان چی هست؟ آزادی جریان اطلاعات چی هست؟ آزادی دسترسی به اطلاعات. دسترسی به اطلاعات واقعا یه بحث مفصلی، اصلا واردش الان نمیشیم. اما مصادیق آزادی بیان چیه؟ آزادی بیان شامل یک، آزادی مطبوعات، دو، آزادی گفتار، آزادی قلم، آزادی هنر، آزادی پوشش، همه اینا میشه که بعضی از اونها رو الان خیلی مختصر من خدمت شما عرض میکنم. مثلا آزادی گفتار یعنی این که من بتونم حرف بزنم، بتونم نظراتم رو بیان کنم، با دیگران به اشتراک بگذارم. پس آزادی باید داشته باشم که به اطلاعات دسترسی داشته باشم، به جریان اطلاعات دسترسی داشته باشم، اخبار مختلف رو ببینم، موضوعات مختلف رو بدونم، بعد در ذهن من یه فکری شکل بگیره و بعد بیان کنم. بدون داشتن اطلاعات که من فکری ندارم، همینجوری که فکر از کجا میاد؟ باید به اطلاعات دیگران دسترسی داشته باشم، ایمیل کنم، مبادله اطلاعات کنم، نظراتم رو با دیگران به اشتراک بگذارم تا یه فکری در من شکل بگیره و همین بتونم حرف بزنم. بس یکی از اینها آزادی گفتاره، افراد باید بتونن حرف بزنن. در کنار گفتار اونی که مهمه آزادی نقد حکومته، یا بهش میگیم انتقاد دیگه. نه شما میگید انتقاد؟ نه خب انتقاد نه. آره در واقع آزادی، یکی از آزادی‌های ما انتقاد به حکومت. هر چی خوشبختانه شما این مشکل رو ندارید، در طریق رادیو تلویزیون، نمیدونم روزنامه‌ها یا در هر کجا به راحتی میتونید مقامات رو انتقاد بکنید، در موردشون حرف بزنید. هیچکی نباید به ما بگه آقا شما مگه متخصص هستی در این موضوع که نقد می‌کنی؟ لازم نیست من متخصص باشم. ما در طول زندگیمون در طول روز حرف زیاد میزنیم. در من دیگه نتونه اون بیان، در واقع هنر هم یک جور بیانه، منتها بیان هنری.
هنر هم یک جور آزادی بیان هست، منتها به بیان هنری. بنابراین باید هنرمند آزاد باشه، هیچ گونه محدودیتی نداشته باشه، هر کسی جلوی کارش رو نگیره، از مجسمه سازی و موسیقی و همه اینا جزء آزادی های هنر هست که الان بحث نمی کنیم، یه وقت دیگه ای. آزادی پوشش هم همین جوریه، خیلی از افراد لباسشون بیانگر اعتقاداتشون هست. مثلا یه خانومی که حجاب داره در واقع داره میگه که من مسلمانم، چه اعتقادی دارم. یا یه کسی که لباس قومی و نژادی خودش رو پوشیده داره میگه که من به چه فرهنگی متعلقم. یک جور بیانه. الان آقای ناصری لباس محلی پوشیده، این نشون میده که به اصطلاح میخواد بگه که من متعلق به چه قومی، به چه نژادی، به چه زبانی هستم. هیچ اشکالی نداره، هر کسی باید آزاد باشه، هیچ کس رو نباید به خاطر نوع لباسش مورد مؤاخذه قرار داد، تا زمانی که از محدودیت ها به اصطلاح فراتر نرفته باشه. ما نباید افراد رو به خاطر لباسشون مورد مؤاخذه قرار بدیم. هر کسی میتونه نوع غذای خاص خودشو داشته باشه، اونم بیانه. یه گیاهخوار با نوع غذایی که داره داره یه چیزی رو بیان میکنه، اشکال نداره. حالا نمیخوام ریز بشم، بحثش خیلی مفصله، ولی پوشش چون در اینجا مهمه، مطلب مهمیه، مخصوصا در مطبوعات که خوشبختانه دیگه صحبتی نداریم. در افغانستان آزادی مطبوعات هست، همه گروه ها و دستجات، احزاب، اشخاص مطبوعات خودشونو دارن، تعداد روزنامه ها بسیار فراوان هست. یه موقع ممکنه که اینا روزنامه به معنای واقعی نیستن، بیشتر به معنای یه گروهی در میاره، 100 نسخه، 500 نسخه، 1000 نسخه هم بیشتر چاپ نمیشه، ولی داره منافع خودش رو پیش میبره و اینا. بگذاریم. به هر حال خوشبختانه قانون مطبوعات افغانستان قانون خوبیه، اختیارات خوب داده. فقط در مورد مطبوعات یه نکته بیشتر، دو تا نکته رو باید در موردش صحبت بکنیم. این نکته بسیار مهمیه. یک، اخذ مجوز. آیا یک نشریه برای اینکه چاپ بشه شروع به کار بکنه باید مجوز بگیره؟ ولی لازم نیست، نباید بگیره. چرا؟ برای اینکه هر کسی، من برای اینکه حرف بزنم باید از کسی اجازه بگیرم. حالا این حرف زدن یه مشفاهیه، یه موقع به شکل مطبوعاته. اجازه، دقت کنید، اجازه یا پرمیت یا مجوز برای شروع به کار نشریه لازم نیست. قرار نیست کسی به من بگه حرف بزن، من خودم تشخیص میدم کی حرف بزنم و چجوری حرف بزنم. مجوز لازم نیست، اما ثبت یا همون رجیستر که شما میگید لازمه. اخذ مجوز لازم نیست. اخذ مجوز اگه منظورتون رجیستر باشه مشکلی نداریم، ما کاری به کلامه نداریم. اگر منظورمون ثبت یعنی این که مثلا یه کمیسیونی تو وزارت کشور، تو وزارت عدلیه، یه جایی بگه آها هر کی میخواد روزنامه چاپ کنه به من بگه کی هست، آدرسش، مشخصاتش، کارش، همکاراش، فلان به من بگه، بعد من صلاحیت های اونو بررسی کنم ببینم بهش اجازه بدم یا نه. اگر منظور اینه غلطه. در نظام بین المللی روزنامه برای انتشار مجوز به معنای پرمیت لازم نداره، اما ثبت به معنای رجیستر لازمه. در واقع میتونیم بگیم که نو پرمیت ولی رجیستر اشکال نداره. چرا برای رجیستر اشکال نداره؟ برای اینکه روزنامه یه کار تجاری داره میکنه، بیزنسه، میفروشه، پول میاد، ملک میخره، دستگاه چاپ میخره، یه شرکته. شرکت باید ثبت بشه، پولایی که میگیره باید معلوم باشه، حسابرسی بشه، از اون بر از کمک‌های دولت برخورداره، کاغذ ارزان میگیره، از کمک‌های دولتی بهره مند میشه، حمایت‌هایی لازم هست. روزنامه‌ها میدونید که از معافیت‌های پستی برخوردارن. شما یه نامه‌ای رو بخوام من برای شما پست بکنم ممکنه 100 افغانی باید بدن، روزنامه که 10 برابر این وزن داره آیا میاد مثلا 1000 افغانی میده؟ نه، روزنامه‌ها و نشریات از معافیت‌های
گمرکی و مالیاتی برخوردارند. برای این کارها مالی معافیت ها، کمک ها و یارانه های دولت و همینطور برای اینکه کار تجاریه رجیستر لازم است. روشنه؟ سوالی هست؟ بله. مثلا یک به یک کسی توهین کنه چی کار میکنن وقتی به یک کسی توهین میکنه؟ باید بله اولا در وهله اول باید اون فرد شکایت کنه یا به روزنامه نامه می‌نویسی که شما به من توهین کردید، جوابیه من رو درج کنید، اونم جوابو می‌نویسه تمام میشه، یا روزنامه اشتباهی کرده عذرخواهی میکنه تمام. نباید مسئله اینقدر بزرگ بشه روزنامه رو بکشونن به دادگاه محاکمه کنن. روزنامه که کار خلافی نمیتونه بکنه دیگه، جز نوشتن که کاری غلط نیست، اشتباه کرده عذرخواهی میکنه، نمیدونم به یه نفر توهین کرده جوابیش رو عذرخواهی میکنه، یه خبر غلطی چاپ کرده خبر درست رو اصلاح میکنه چاپ میکنه. بنابراین محاکمه مطبوعات صحیح نیست، نیازی هم نیست، و اگرم بخوان رسیدگی کنن فقط مدیر مسئول، نه خبرنگار، نه روزنامه نگار، نه سردبیر، هیچ کس، یعنی اون کسی که مدیر مسئوله. خوشبختانه شما این مشکل رو ندارید. و از همه بدتر تعطیلی روزنامه است. گاهی وقتا تو ایران خیلی زیاد پیش میاد یه روزنامه رو به خاطر یه مقاله، به خاطر یه مثلا نوشته میبندن. این بدترین کاره. تعطیلی روزنامه مثل اعدام دیگه. اولا 400-500 نفر بیکار میشن، اونا چی میشن؟ دوما خب یه اتفاقی افتاده دیگه، بستنش که فایده ای نداره. سوما مگه چیکار کرده حالا؟ یه مقاله نوشته، حالا کی میخونه، چقدر تیراژ داره، تازه میبندن مردم میرن بخونن ببینن چی گفته بود، قبلش کسی کاری نداشت، تازه بعدش مردم حساس میشن ببینن چی شده. مثل این کاریکاتورا، قبلش که کسی کاری نداره معلوم نیست چند نفر دیدن یا ندیدن، خبره که پخش میکنیم تازه میلیون ها آدم میرن نگاه میکنن ببینن که چی گفته. ما خودمون بعضی وقتا با دست خودمون موجبات وهن به دین رو فراهم میکنیم، پخش میکنیم، به قول اصطلاح قرآنیش تشییع فاحشه میکنیم، یعنی یک کار قبیح رو پخش میکنیم، اینم خودش گناه داره، اصلا کاری نداریم. پس تعطیلی مطبوعات قابل قبول نیست. اگرم آزادی بیان، درسته که خیلی خوبه، آقای ناصری گفتن که آزادی بسیار خوبیه، در دین ما هم اومده بسیار، منم گفتم که یک آزادی بسیار معتبر و مهمیه، اما آزادی مطلق نیست، هیچ آزادی مطلق نیست. البته اون قسمت اول که گفتم آزادی داشتن عقیده و فکر و نظر، اون مطلقه، چون هنوز بیان نشده، چیزی که ابراز نشده مطلقه دیگه. من چه میدونم شما چی تو فکرتونه، چه اعتقادی به یه موضوعی داری، تا زمانی که من نمیدونم و نبایدم بپرسم آزادی مطلقه، ولی حالا اون بیان نشده، بیان میشه مطلق نیست. چرا؟ چون هر چیزی که بیان میشه وارد عرصه عمومی میشه، وارد حوزه عمومی میشه، نباید مغایره با آن چیزی باشه که برای عموم مهمه. محدودیت ها چند تاست؟ محدودیت های آزادی بیان، یک، امنیت ملی، نباید بیان من امنیت ملی رو به خطر بندازه. دو، امنیت عمومی، امنیت عمومی یادتون باشه یعنی جان مردم، من نباید یه چیزی بگم که جان مردم به خطر بیفته. قومی، تبلیغ خشونت، تبلیغ جنگ جز محدودیت های آزادی بیانه. چرا که جان افراد را خانم عفیفه به خطر میندازه. ما هم نداریم با بیان خودمون بیان خانم جان افراد رو چیکار کنیم؟ بنابراین یکی از محدودیت ها چیه؟ امنیت عمومی، عمومی هست. سه، نظم عمومی، یعنی بیان من نباید نظم عمومی رو به خطر بندازه.